سلام سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدوارم هر جا هستین خوب و خوش باشین و روزگار و ایام بر وفق مرادتون باشه. امروز توی این ویدیو اومدیم به پاریس کوچولی ایران، شهری که همیشه بیدار و شاداب و سرزنده است و زندگی همیشه اینجا جریان داره. البته بگم که رشت نیاز نداره پاریس کوچولو باشه، چون خودش یه دنیای دیگه است. اینجا مرکز شهره و هر ساعت از شبانه روز که بیان اینجا همینقدر پر جنب و جوشه. قراره توی این ویدیو صحنه های جالبی ببینید، اتفاقات جالبی در جریانه، مخصوصا برای کسایی که عاشق خوشگذرانی و خرید و غذا خوردنن. قول میدم که از قدم زدن تو میدون شهرداری هیچ وقت خسته نمیشین، پس با من تا آخر این ویدیو همراه باشین که مطمئنم از دیدنش لذت میبرین. ولی ممنون میشم همین اول کاری اگه عضو کانالم نیستین از من و کانالم حمایت کنین، این ویدیو رو لایک کنین و اگه عضو کانالم نیستین دکمه سابسکرایب رو بزنید و با من همراه باشین.
ساختمون شهرداری تو اوایل دوره پهلوی ساخته شد و جز جاذبه های گردشگری رشته، طوری که کسایی که به رشت سفر میکنن حتما به این میدون میان و از وقتی که خیابونای اطراف ساختمون شهرداری سنگ فرش شد و تبدیل پیاده رو شد، جنب و جوش توی این خیابونا بیشتر شد و شهر حالا هوای قشنگتری پیدا کرد. اینجا شما میتونید یه خرید خیلی عالی با تنوع خیلی خوب داشته باشین. قیمت‌های اینجا فوق‌العاده مناسبه، در حالی که اجناسش هم خیلی بروز و شیکه. همونطور هم که می‌بینید هر ساعت از شبانه روز اینجا بیان قلقل است و پر از جمعیته. توی میدون شهرداری شما میتونید یه شکمگردی عالی بکنید. اینجا تا دلتون بخواد خوراکی های خوشمزه، اغذیه فروشی های خوشمزه هست. شما اینجا میتونید انواع کباب کثیف، فلافل، آش، لبو، باقالی، رشته خوشگار و خوراکی های ترش و شیرین نوش جون کنید. اینجا پاساژ سپیدرود رشته که به سینما سپیدرودش معروفه. یه پاساژ کوچولو جمع و جوره که طبقه بالاش سینما داره، ولی خب بروبیای خوبی داره. Thank you.
بیا کدنه بگیم. Thank you.